سلام و درود، دکتر شوبر هستم. این چنل رو ایجاد کردم تا پزشک ایرانی باشم که به صورت آنلاین همراه شما خواهد بود. هدف من بالا بردن سطح اطلاعات پزشکیته. در اصل میخوام با تماشای ویدیوهام نه تنها مطالب علمی پزشکی یاد بگیری، که حتی در این شرایط سخت کرونایی اصولی رو بهت آموزش بدم که مبتلا شدنت رو تا حد بی‌نظیری پایین بیاره. من رو به عنوان پزشک خودت همراهی کن و دکمه سابسکرایب رو لمس و زنگوله کنارش رو هم فعال کن، تا به محض آپلود ویدیوی جدید تو اولین نفری باشی که اون رو میبینه و سوالات خودش رو اون زیر مطرح میکنه. در سال 1796 که همه درگیر پندمی ویروس آبله گاوی بودن، ادوارد جنر برای آموزش بدن به دفاع در برابر این ویروس، اجزایی از ویروس آبله گاوی رو به یک کودک 8 ساله تزریق میکنه که در کمال ناباوری موفقیت آمیز واقع میشه. ادوارد جنر با این کارش تونست اولین واکسن رو کشف کنه. اما چرا واکسن جواب میده؟ برای اینکه بفهمیم واکسن چطور کار میکنه، اول باید بدونیم سیستم ایمنی بدن چه واکنشی رو نسبت به بیماری‌های مصری نشون میده. وقتی میکروب‌های خارجی به بدن ما تجاوز می‌کنن، سیستم دفاعی بدن ما برای مقابله و کشتن این میکروب‌ها چندین واکنش دفاعی رو از خودش بروز میده. نشانه‌هایی که به ما می‌فهمونن سیستم دفاعی بدن ما در حال مبارزه با این بیگانگان هستند. سرفه، عطسه و نشانه‌های التهابی و مهمتر از همه افزایش دمای بدن، که همه اینا برای گیر انداختن، ترساندن و بیرون کردن این متجاوزین خطرناکه. اینایی که گفتم تنها خط اول دفاعی بدن ما در مقابل این ویروس ها و میکروب ها هستن. بعد از اون خط دوم دفاعی بدن ما وارد عمل میشه، یعنی Adaptive Immunity، ایمنی تطبیقی. سلول های مخصوص بیوتی برای پشتیبانی به خط مقدم ارسال میشن که نه تنها با ویروس ها میجنگن، بلکه اطلاعات تک تک اونها رو ضبط و یادداشت میکنن. برای مثال اینکه چه شکلی هستن و بهترین راه مبارزه و نقاط ضعفشون چیه. این اطلاعات ذخیره شده زمانی به کار میاد که همون ویروس مجدداً به بدن حمله میکنه. پس هرچه بیشتر از دشمنت بدونی به شکست دادنش نزدیکتری. اما کل این روش مقابله یه ایراد بزرگ داره. بدن برای اینکه یاد بگیره چطوری خط دفاعیشو بچینه و بهترین روش مبارزه با ویروس چیه، نیاز به شناخت دقیق اون ویروس داره. شناخت کامل طرف مقابل هم همونطور که میدونید زمان زیادی نیاز داره. حالا حساب بکن اگر بدن فردی پیر و نحیف یا کودک و شکننده باشه، نمیتونه تا مقدار زمان زیادی مقابل این ویروس دووم بیاره. اما اگر ما میتونستیم بدنمون رو نسبت به ویروس قوی کنیم قبل از حملش چی؟ این همون جاییه که واکسن وارد عمل میشه. واکسن قبل از اینکه ویروس در بدن قوی بشه و قدرت نمایی کنه، ایمنی تطبیقی رو فعال میکنه. حالا گونه های متفاوتی از واکسن ها هستن که هر کدوم روش منحصر به فرد خودشونو دارن. اولی واکسن زنده است. اینا ورژن ضعیف شده و رام شده ویروس هستن. دومی واکسن غیر فعال هستش. اینا ویروس های کشته شده هستن. کشتن و ضعیف کردن ویروس ها در هر دو گونه واکسن خیالمون از این که بتونن در بدن قدرت نمایی کرده و بیماریزا بشن رو راحت میکنه، و در این حال همون واکنش سیستم دفاعی بدن رو که در مواجهه با ویروس اصلی داریم در برابر این ویروس تنبل یا کشته شده هم خواهیم داشت. با این کار انگار از ویروس اصلی یه بیوگرافی گرفته باشیم و به بدن داده باشیم بخونه، یاد بگیره که بدون ویروس کیه، از کجا اومده، چی کار میخواد بکنه و غیره. دست انداز اینجاست که به دست آوردن واکسن زنده کار راحتی نیست، و چون زنده هستن و قدرتمند، فرد با سیستم دفاعی ضعیف نمیتونه مقاومت بکنه در برابرش. در حالی که واکسن‌های غیرفعال هم نمیتونن مسئولیت طولانی مدت ایجاد بکنن. پس باید بریم سراغ گونه‌های دیگه از واکسن. گونه دیگه واکسن ساب یونیت نام داره، که از یک قسمت از
پاتوژن ها ساخته شده که بهشون آنتیژن میگن، که آنتیژن مهمترین عامل برای فعال کردن سیستم دفاعی ماست. با ادامه ایزوله کردن محتویات آنتیژن ها مثل پروتئین ها و پلیساکارایدز میشه واکنش های مختلفی رو برافروخت. اما الان به طور کل یه سیستم دیگه از واکسن رو تولید میکنیم که اسمشو گذاشتیم DNA واکسینز. در این واکسن ها دقیقا همون ژن هایی رو از آنتیژن ها جدا میکنیم که بدن ما نیاز داره، تا بدن ما بتونه قوی ترین و سریع ترین برخورد رو با اون ویروس داشته باشه. وقتی به بدن ما تزریق میشه، این ژن ها به سلول ها آموزش میدن تا آنتیژن مورد نظر رو تولید کنن، که همین باعث یه واکنش دفاعی قدرتمند میشه و بدن رو برای تهدیدات خطرناک پیش رو آماده میکنه. در این واکسن فقط مواد ژنتیکی مورد نیاز ما وجود داره و خالی از باقی اجزای داخلی ویروسه که میتونه قابلیت بیماریزایی داشته باشه. اگر این واکسن ها نتایج موفقیت آمیزی داشته باشن، به ما برای درمان موثرتر کمک میکنن، دقیقاً مانند کشف فوق‌العاده ادوارد جنر که باعث تقویت داروهای مدرن شد. با ادامه توسعه واکسن ها شاید یه روزی تونستیم ایدز، مالاریا، شاید هم ایبولا رو درمان کنیم. خب، به انتهای این ویدیو رسیدیم. من ویدیوهای دیگه ای دارم که میتونی ازشون لذت ببری. پس دکمه سابسکرایب رو لمس کن و زنگوله کنارش رو هم فعال کن.